در پی ممانعت از خروج آیت الله سید حسین شیرازی و ضبط گذرنامه ایشان در فرودگاه بین‌المللی تهران، ظرف 24 ساعت گذشته رسانه‌های دنیا به انعکاس این خبر و انجام مصاحبه با نمایندگان آیت الله لزما سید صادق حسین شیرازی در این زمینه پرداختند. آیت الله سید حسین شیرازی فرزند آیت الله العظما سید صادق شیرازی در اسفند سال 96 هم به دلیل انتقاد از رهبر ایران بازداشت شده بود. ایشان در یکی از سخنرانی‌هایش جایگاه ولی فقیه را مشابه جایگاه فراعنه مصر خوانده بود. خبر ممنوع الخروجی آیت الله سید حسین شیرازی و نیز قطع برق بیت بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی هنگام سخنرانی ایشان برای خطبا و مبلغین در آستانه محرم و نیز ارسال پیام تهدیدآمیز به واسطه آیت الله سید جواد علوی بروجردی انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی همچون بی بی سی فارسی، رادیو فردا، ایران اینترنشنال و شبکه‌های اجتماعی داشت. در میان رسانه‌های عرب زبان، الوطن کویت و ارم نیوز عراق هم به انعکاس این خبر اقدام کردند. اکنون دکتر مهدی خزعلی دبیر کل جبهه آزادی از تهران مهمان ما هستند. سلام جناب آقای دکتر، وقتتون بخیر. سلام علیکم. از زمان الله اجورنا و اجورکم عرض تسلیت محرم ایام شهادت سید و سالار شهیدان در خدمتتون هست. ممنونم. علت این فشارها و سرکوب مراجع مستقل شیعه چیه و از کجا نشأت میگیره؟ عرض کنم خدمتتون که اساساً اون چیزی که از شیعه بعد از اهل بیت یا حتی زمان اهل بیت به دست ما رسیده به برکت وجود مراجع و علما بوده. ببینید امام صادق می‌فرمایند علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. اصول رو ما بیان می‌کنیم و تفریع فروع از اصول و تطبیق اون بر عهده شماست، بر عهده علماست. یا در زمان امام باقر که خود باقر العلوم است، اما به ابان ابن تغلب می‌فرمایند که در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، که من دوست دارم در میان شیعه کسانی مثل تو دیده شود. در زمان امام صادق و امام باقر که دانشگاهی برپا کردند و همه حتی بزرگان و ائمه اهل سنت شاگردان با واسطه و بی واسطه امام صادق بودند، اما می‌بینیم در همون زمان هم علما فتوا میدن و اختلاف فتوا هم بوده است. این که بخواهیم اگر امام باقر میگه بنشینید و فتوا بدین، ما بیایم حالا اون زمان زمان معصوم هست، خودشون هستن، آب هست، ولی باز ارجاع میدن فروع رو به علما. زمانی بشه ما بخواهیم فتوای علما رو و اختلاف دیدگاه ها رو به رسمیت نشناسیم. حتی در رؤیت هلال میبینیم که مراجع جرأت نمی کنن یا اجازه نمی دهن که بگویند که رؤیت هلال شد یا نشد. در قم و مشهد بارها اتفاق افتاده که اجازه ندادن برای مرجعی که براش اثبات رؤیت هلال شده بود و براش فردا عید بود، اما اینها اومدن اعلام ماه مبارک کردن و نگذاشتن. اینها خطاست. اون چیزی که ما داریم و باید از اون پاسداری کنیم جایگاه مرجعیت هست. جایگاه مرجعیت تا اونجا پیش میره که کوزه قلیان رو در دربار ناصری زنان ناصرالدین شاه میشکنند که با فتوای همون کسی که ما بر تو حلال شدیم امروز این قلیان حرام شده است. یه همچین جایگاهی برای مراجع بوده و متاسفانه این جایگاه رو خیلی ها سست کردن. حالا اول انقلاب بود، میگفتیم شور انقلابی بوده و کسانی چون خلخالی ها مسلط شده بودن، آیره شهری سیلی بر صورت مرجعیت میزنه. اما الان دیگه بعد از 43 سال انتظار ما این است که عقلانیت و شعور جای شور رو بگیره و بدانیم که اگر جایگاه مرجعیت رو که در زمان غیبت دیگه دوچندان است، اگر زمان امام بود و میشد به او رجوع کرد، الان که نمیشد به امام رجوع کرد، میفرمان فرج او الى روات احادیث، نگفتن به یک راوی، به روات رجوع کنید و مسائل رو اینها بیان بحث کنن. حالا در یک مسئله ممکن اختلاف دیدگاه باشه،
حتی مسئله مهمی مثل ولایت فقیه و تشکیل حکومت توسط فقها، خب مرحوم آقای بروجردی قبول نداشت، مرحوم آخوند خراسانی این نظر رو قبول نداشت و با میرزای ناینی اختلاف نظر داشت. تا جایی که مثلا میبینیم که آقای موحدی قفقازی که بعداً به فاضل لنکرانی معروف شد و نفر اول دستگاه مرجعیت، مرجعیت عام آقای بروجردی بود، خب بحث ولایت فقیه رو با مرحوم آقای بروجردی مطرح میکنه که چرا نمیپذیرید شما؟ ایشون میگه الان ما حرفمون رو برای شاه میزنیم، اما اگر یه همچون حکومتی شد و امثال تو اشاره به آقای فاضل شدید ولی فقیه، اول ما رو تکفیر میکنید و بعد میگیرید، اول تکفیر رو میکنید و بعد حد میزنید. این وضعیت این گونه میشه. الان وضعیت مناسب نیست. ببینیم آقای منتظری ایام زیاد با اینکه پایه‌گذار ولایت فقیه و این نوع حکومت بود ولی در حس بود. خب مراجع دیگه هم بودن قبل ازشون، آقای روحانی، آقای شیرازی، که این دو بزرگوار به خصوص وقتی امام وارد نجف شدن، اینها تکریم کردند از امام، بعد اینها هم حس خانگی شدند. شایسته نیست، بایستی بعد از 43 سال از انقلاب جلوی این تندروی ها گرفته بشه، حریم مرجعیت باید حفظ بشه. من یکی بالاتر میخوام بگم، مرجعیت که مرجعیت شیعه است، در واقع رباط احادیث اهل بیت هستند، قائل به ثقلین هستند، متمسک به ثقلین هستند. حتی در زمان قاسبین خلافت، وقتی که عثمان به اون فساد آشکار میرسه و سیستم کاملا فاسده، مردم شورش میکنن، حرکت میکنن، محاصره میکنن خونه عثمان رو. کی داره دفاع میکنه؟ حسنین، امیرالمومنین میان بسر که جلوی این قضیه رو بگیرن که خلیفه کشی باب نشه، حتی خلیفه قاسب. تا چه رسد به این که الان ما چه کسی میداند حق کدوم وره؟ چه کسی میخواهد بگوید من علی هستم و طرف دیگر عثمان است؟ همچین جایگاهی ما نداریم که بخواد تبیین بشه که الان جایگاه من در جایگاه علی است و جایگاه مرجع دیگری، خدا نعوذ بالله، در جایگاه عثمان است. حتی اگر یه همچین وضعی بود، بله، ببخشید، برای دفاع از حقوق مراجع مستقل شیعه همانند آیت الله لزما شیرازی در برابر این هجمه ها چه میتوان کرد؟ ببینید، وضعیت این است که باید کار فرهنگی کرد، کار دیگری رو من توصیه نمی کنم. کار فرهنگی باید جامعه آگاه بشه، روشن بشه. این روشنگری ها لازمه که دیگه خریداری نداشته باشه. البته بر مردمی که از علما دفاع کنند، اکرام علما با مردمه و این باید فرهنگ بشه. متاسفانه در این 43 سال جایگاه روحانیت سقوط کرده در جامعه، به خاطر اینکه روحانیت وارد حکومت شد و حکومت هم مسائل خودش رو داره. این وضعیتی است که ما در این 43 سال آوردیم و به تبع اون رأس روحانیت که مرجعیت باشه، اون هم آسیب جدی دیده. ما باید اینو بازسازی کنیم، جایگاه مرجعیت رو. اولا انتظار ما از مراجع دیگه هم این است که اگر به حریم یک مرجعی تعرضی بشه، مثل مطالبی که من اخیراً شنیدم، خیلی متأثر شدن، حاج آقا حسین رو مثلا پاسپورتش رو بگیرن در فرودگاه. خب ایشون بخش عمده از مسائل در خارج از کشور برای تبلیغ تشریف میبرن، یا برسه به پایین تر نوه ها که پاسپورت رو اینها رو بگیرن و پاس بهشون ندن. این حقوق شهروندیه، حقوق اولیه است، برای که هویت طرف ازش میگیرید و بهش نمیدید دیگه. اینها هیچ توجیهی نداره. من فکر میکنم یک، روشنگری، و دو، مراجع و علما سکوت میکنن. این شطوریه که در خونه همه میخوابه. اگر امروز سکوت کردیم در مقابل حصر یک مرجع، مزاحمت و تعرض به یک مرجع، فردا در خونه شما هم میخوابه. من میخوام خدمت آقای شبیری، آقای وحید خراسانی، این بزرگوارانی که افتخار شیعه هستن، به اینها عرض کنم امروز روزیه که نباید اجازه بدید با بهانه‌های مختلف به حریم یک مرجع اساءت ادب بشه، تعرض بشه، که فردا به شما هم همین تعرض خواهد شد. ممنونم از شما. دکتر مهدی خزعلی از تهران با ما بودند.